سلام، من سمانه برمخشاد هستم. اینجا استودیو اقتصاد آنلاینه. لایو امروزمون به بررسی بازار وال استریت اختصاص داره که از آقای نوید فتوحی فعال این بازار دعوت کردیم با ما باشن تا مختصات و ویژگی های این بازار رو برامون توضیح بدن. من از ایشون میخوام که بیان روی خط. من ایشون رو اکسپت میکنم. آقای فتوحی سلام، ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. لطف بفرمایید حالا یه صحبتی با بیننده ها داشته باشین و یه معرفی بفرمایید تا بعد من سوالات رو از شما بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما و فالوورهای محترم. من نوید فتوحی هستم، مدیر ریسک در First Financial Bank USA در شهر نیویورک و همچنین فعال بازار بورس در شهر نیویورک. خیلی خوشحالم که امروز اینجا با شما و فالوورهای محترم هستم و امیدوارم که بتونیم صحبت خوبی رو در این مورد داشته باشیم. ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. آقای فتوحی، من ابتدا از شما میخوام که یک توضیحی درباره بازار وال استریت بفرمایید و اینکه اصلا بازار سهام آمریکا به چه صورت کار میکنه. بله حتما. راجب وال استریت، ببینید خود وال استریت یه خیابونی هست توی قسمت جنوبی شهر نیویورک توی منهتن که خیلی از مؤسسه های مالی مهم آمریکا توی اونجا قرار گرفتن، از جمله مؤسسه هایی که در تجارت سهام و همچنین تجارت اوراق قرضه که دوتا بزرگترین کتگوری هایی هست که اینجا توش کار میکنن فعالیت دارند. کتگوری کوچیکتر هم هستن، مثلا مثل فیوچر، مثل کامادیتیز که توی وال استریت ترید میشن، ولی دوتا قسمت عمدهش قسمت بازار سهامه و قسمت بازار اوراق قرضه یا باند مارکت. برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن، بازار اوراق قرضه باند مارکت در حقیقت اصلا از بازار سهام بزرگتر هست و با حدود 40 تریلیون دلار ارزش این بازار تقریبا دو برابر بازار سهام آمریکا هست. ولی چیزی که خیلی مردم عادی و مردم روزمره بیشتر باهاش اینجا سر و کار دارن و بیشتر ازش میشنوند بازار سهامه که حدود 20 تریلیون دلار هست و بازار سهام نیویورک یا همون نیویورک استاک اکسچنج مرکزش توی همون خیابون وال استریت هست و حدود مثلا من بگم بخواین که حجم مبادلات رو توش براتون توضیح بدم، حدود شاید روزی 170 میلیارد دلار حجم مبادلاتی هست که اینجا توی بازار سهام وال استریت انجام میشه. من میتونم الان برای از شاخصهای این بازار سهام شروع کنم. آره، اتفاقا من میخواستم ازتون بپرسم که شاخصهای مهم وال استریت حالا کدوم ها هستن، اگر یه صحبتی راجع به اونا بکنیم ممنون میشم. بله حتما. ببینید یه شاخص خیلی مهمی که از قبل اینجا بوده و همه بهش نگاه میکردن، یه چیزی از شده شاید 40-50 سال پیش شاخص اصلی بازار سهام آمریکا بوده، اسمش هست داو جونز اندستریال اوریج یا شاخص داو یا شاخص دا جونز، حالا هر جوری میشه گفتش. این یک شاخصی هست از 30 کمپانی بزرگ در سهام 30 کمپانی بزرگ در وال استریت و به صورت سنتی خیلی وقتی میخواستن بگن بازار آمریکا به چه سمتی داره حرکت میکنه یا مثلا میره بالا میاد پایین، به این به شاخص دا جونز نگاه میکردن. بله، در شاید مثلا بگم 10-20 سال اخیر و با اضافه شدن شرکت های جدید به وال استریت این شاخص دا جونز کمتر کم رنگ تر شده و الان شاخصی هست به اسم S&P 500 که همونجور که از اسمش پیداست 500 شرکت بزرگ بازار سهام آمریکا توش هستن و همونجور که قبلا هم گفتم حدود یه چیزی حدود نزدیک به 20 تریلیون دلار هست ارزش همه شرکت هایی که توی این بازار سهام هستن. من فقط این نکته رو باید بگم که بازار سهام اینا همه سهامی عام هست، یعنی شرکت هایی که بازارشون رو آوردن توی سهامی عام و مردم و سرمایه گذارهای بزرگتر میتونن توی بازار عام تو اون شرکت ها سرمایه گذار کنن. برای همین به انگلیسی بهش میگن پابلیک اکویتی. ما به طور جدا از اون یه بازار سهام دیگه هم داریم که بازار سهام شخصی هست، بهش میگن پرایوت اکویتی
که خب اونو سرمایه گذاره شخصی میرن و خب هر کسی طبیعتا بهش دسترسی نداره. بله درسته. آیه فتوحی، من میخواستم که یه توضیح بدین که نحوه مشارکت مردم تو این بازار به چه صورته؟ آیا راحت میتونن تو این بازار مشارکت داشته باشن؟ ورود مردم به این بازار سهام به سادگی امکان پذیر هست یا خیر؟ و اینکه استقبال مردم بیشتر از سهام شرکت هاست یا ابزارهای وابسته به شرکت ها؟ ببینید مردم اگر بخوام سرمایه گذاری که توی وال استریت هستن و به دو قسمت عمده تقسیم بکنم، قسمت اولش هستن institutional investors یا سرمایه گذارهای مؤسسه ای، مثل مؤسسه های مختلفی که میان توی بازار سرمایه گذاری میکنن. نمونش بانک ها هستن، کمپانی های بیمه هستن، mutual fund ها هستن، exchange traded fund ها یا ETF ها هستن، hedge fund ها هستن. اینا که شرکت هایی هستن که قسمت عمده سرمایه گذاری، حدود 70% سرمایه گذاری توی وال استریت رو اینا انجام میدن و مردم عادی یا به قول خود این آمریکا یا ریتیل اینوسترز، سرمایه گذارهای خورده پا، اینا حدود 30% از مبادلات روزمره در وال استریت رو انجام میدن. در مورد سوال دومتونم، مردم عادی خیلی بیشتر به سهام شرکت ها علاقه دارند و حتی به اوراق قرضه یا ابزارهای پیچیده تری مثلا آپشن ها، فیوچر ها، خیلی کمتر مردم عادی وارد میشن. بیشتر اینستیتوشنال اینوستر ها و به طور مشخص توی اینستیتوشنال اینوستر ها هج فاند ها هستن که از این ابزارهای مالی خیلی پیچیده تر بیشتر استفاده میکنن در وال استریت. من فقط یه چیز دیگه اضافه کنم که یادم رفت بگم، این که چقدر ساده هست برای مردم که بیان توی بازار سرمایه گذاری کنن. بسیار ساده هست، به هیچ عنوان کاری نداره. شما تنها کاری که باید بکنید اینه که یک کارگزار انتخاب کنید و از طریق اون کارگزار میتونید شروع به خرید و فروش در بازار سهام بکنید. حالا اگر خواستید من در مورد اینکه چه کارگزاری برای ریتیل اینوسترها یا سرمایه گذارهای خرده پا، سرمایه گذار شخصی مناسب تر هست و الان بیشتر مورد اقبال گرفته، در مورد اونم میتونم بعدا صحبت کنم. باشه، حالا میتونیم اتفاقا الان صحبت کنیم راجبه، چون من یکی از سوالاتم از شما این بود که مردم از داخل ایران اگر که بخوام توی بازار سهام وال استریت سرمایه گذاری بکنن این به چه صورت؟ آیا شما اطلاعاتی در این زمینه دارین و میتونید راهنمایی بفرمایید؟ ببینید، مردمی که داخل خود ایران هستن، من فکر کنم که به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای که الان بر علیه کشورمون هست یک مقداری به مشکل داشته باشن که بخوان مستقیما توی خود بازار سهام و توی وال استریت سرمایه گذاری کنن. ولی دانشجوهای ایرانی یا فعالین اقتصادی ایرانی که خارج از ایران قرار دارن یا به طور مشخص توی آمریکا هستن، یه اپلیکیشنی هست که الان چند سال اومده تو بازار به اسم اپلیکیشن رابین هود. این اپلیکیشن میتونن استفاده کنن برای سرمایه گذاری توی بازار آمریکا. این اپلیکیشن فرقش با بقیه اپلیکیشن ها اینه که دیزاین شده برای سرمایه گذارهای خورده پا. این کارگزاری هست که درصد خیلی کمی رو میگیره برای هر خرید و فروشی که شما روی پلتفرمش انجام میدید. بقیه کارگزارها درصدهای بالاتری میگیرن و تا الان برای ریتیل اینوسترها یا همین سرمایه گذارهای خورده پا نمیارزید که خیلی این هزینه ها رو پرداخت کنن با توجه به حجم کم مبادلاتی که دارن و بازار سهام بشن و وارد بازار سهام بشن. ولی تو چند سال اخیر ما شاهد بودیم که این روند عوض شده و ریتیل اینوسترها و به خصوص جوانهای آمریکایی بیشتری این شانس رو داشتن که وارد بازار سهام تو آمریکا بشن. مرسی از توضیحاتتون. سوال بعدی من اینه که حالا با توجه به اینکه ما شاهد سقوط شاخص داو جونز بودیم، آیا کرونا باعث این سقوط شد یا نه کرونا صرفا یک بهانه بود که این اتفاق بیفته؟ بله، جواب کوتاه به سوال شما گزینه دومه، اینه که کرونا یک بهانه ای بود برای این اتفاق بیفته. ولی جواب بلندترش رو من اگه بخوام بدم، یه نقبی باید بزنم به گذشته و یه خیلی سریع در مورد بحران‌های مالی که ما توی این چند دهه اخیر توی بازار سهام آمریکا و توی وال استریت داشتیم صحبت کنم. بذارید از سال 2001 شروع کنم و به بحران دات کام بابل اشاره کنم که اون بحرانی بود که اون سال ایجاد شد و یک حبابی شکل گرفت در قسمت تکنولوژی در بازار سهام آمریکا و اون بازار و اون حباب بعد از مدتی ترکید
و خب مردم زیادی پولشون رو اینجا از دست دادن. بعد از سال 2001 یه چند سال بازار شروع کرد به بالا رفتن، قیمت ها شروع کردن برگشتن به جایی که بودن و حتی بالاتر رفتن و ما رسیدیم به بحران مالی سال 2008 که منشأش در حقیقت خود بازار سهام نبود، منشأش از اوراق قرضه رهنی بود که توی آمریکا به مشکل خوردن و مردم نرفتن قسط خونه هاشون رو بدن و بنابراین کل سیستم مالی آمریکا دچار مشکل شد و اون موقع بازار سهام آمریکا حدود 40% افتاد تو سال 2008. بعد از اینکه این اتفاق تو سال 2008 افتاد، بانک مرکزی آمریکا که اینجا بهش نمیگن بانک مرکزی یا سنترال بانک برخلاف بقیه کشورها، بهش میگن فدرال ریزرو. فدرال ریزرو وارد صحنه شد و با ایجاد سیاست‌های جدیدی سعی کرد که بازار رو دوباره احیا کنه. این سیاست‌ها دو تا چیز بود به طور مشخص که ما هنوز هم تاثیر این دو تا سیاست رو داریم در بازار سهام آمریکا می‌بینیم. قسمت اول این سیاست پایین آوردن نرخ بهره به صفر بود، یا همون زیرو اینترست ریت پالیسی یا زیرپ به طور مخفف که میگن، و اون این بود که خب نرخ بهره رو رسوندن به صفر. سیاست دومی که سال 2008 فدرال ریزرو در پی گرفت سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ یا سیاست تسهیل کمی بود. و اگه من بخوام بگم که این سیاست چیه به طور خیلی خلاصه ساده شده، این سیاست اینه که فدرال ریزرو شروع کرد پول‌های بدون پشتوانه چاپ کردن و با این پول‌های بدون پشتوانه وارد بازار شد و شروع به خرید کرد تا این نقدینگی به بازار تزریق بشه و قیمت ها بتونن جای خودشون رو پیدا کنن و دوباره به اون حالت به قول خود اینا بول مارکت یا حالت صعودی قیمت سهام برگرده. برای همین هم هست که ما یک دوره صعودی بی سابقه رو تقریبا میشه گفت در بازار سهام آمریکا شاهد بودیم از سال 2008 تا همین اخیراً سال 2020 به خاطر این دو سیاست فدرال ریزرو که اولا خب نرخ بهره پایین بود، همه میتونستن پول قرض بگیرن، راحت تر پول قرض بگیرن، هزینه یه پول قرض گرفتن پایین تر بود، این پولا همه اومد وارد سهام شد و بعد پولای زیادی که فدرال ریزرو آمریکا چاپ کرد و همه اونا رو به بازار وارد کرد و این باعث شد که یک حبابی در بازار سهام آمریکا توی این 10-12 سال از 2008 تا همین تقریبا فوریه 2020 شکل بگیره. و چیزی که الان من میخوام بگم به اینجا رسیدم اینه که کرونا یک سوزنی بود و که به بازار سهام آمریکا خورد، به حباب بازار سهام آمریکا خورد و حباب بازار سهام آمریکا در حقیقت ترکید. الان خیلی از تحلیلگرا روی سوزن فوکس هستن و دارن به سوزن نگاه میکنن و شاید خیلی ها حواسشون به اون حبابی که ما توی بازار داشتیم توی این 10 سال نبوده. به خاطر همین بود که شما نگاه کنید وقتی که من میگم سوزن بود، بیایید به سیاست های بانک مرکزی نگاه کنید که آیا به خاطر کرونا بود این اتفاق افتاد یا نه. توی سپتامبر سال 2019 قبل از اینکه اصلا کرونا تو چین به وجود بیاد و اصلا کرونا وارد آمریکا بشه، ما شاهد یک دور جدیدی از سیاست های تسهیل کمی و کاهش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو آمریکا بودیم. یعنی تو سپتامبر 2019 فدرال ریزرو آمریکا فهمید که اقتصاد آمریکا به شدت مریضه و نیاز به مداخله داره، وگرنه بازار سهام آمریکا فرو خواهد پاشید. خلاصه از سال 2000 از سپتامبر سال 2019 دوباره نرخ‌های بهره که شروع کرده بودن آروم آروم رفتن بالا برگشتن و بلافاصله توی همین اخیراً رسیدن به صفر. بانک مرکزی آمریکا شروع کرد به پول چاپ کردن از سپتامبر 2019 و با شروع بحران کرونا این سیاست پول چاپ کردن یا همین کوانتیتیتیو ایزینگ به شدت تسریع شد. من اگه بخوام یک مثالی براتون بزنم، مقدار پولی که فدرال ریزرو خلق کرده فقط در 2 ماه اخیر یه چیز حدود 2.5 تریلیون دلار بوده. 2.5 تریلیون دلار اینا پول چاپ کردن، وارد بازار آمریکا کردن و اگر این کار رو فدرال ریزرو نمی کرد، ما شاهد سقوط به مراتب سنگین تری در بازار آمریکا بودیم. حجم دخالتی که فدرال ریزرو الان داره تو بازار آمریکا میکنه حتی از سال 2008 بسیار گسترده تر هست.
این دفعه نسبت به سال 2008 بسیار سریع تر وارد دخالت کردن در بازار شد. سال 2008 یکی دو سال آزمون و خطا کردن، سعی کردن سیاست های مختلف رو امتحان کنن، این بار با قدرت از اول و با شدت اومدن وارد بازار سهام شدن تا بازار نجات بدن و تا حدودی هم الان موفق شدن. حالا تو قسمت بعدی که راجع به چشم انداز بازار سهام حرف خواهیم زد، میتونم من براتون توضیح بدم که با توجه به این دخالت های فدرال ریزرو واقعا حالا از الان به بعد چه اتفاقی ممکنه در بازار سهام آمریکا رخ بده. به کاهش نرخ بهره اشاره کردیم، حالا اون سوال من تا حدودی پاسخ داد. من میخواستم بپرسم که این کاهش اخیر نرخ بهره و حالا بسته حمایتی ترامپ چه تأثیری به بازار خواهد داشت؟ این رو هم کوتاه بفرمایید که بعد بریم سراغ چشم‌اندازی که شما برای بازار متصور هستید. حتما. ببینید، من به دو قسمت تأثیر، دو تا قسمت از این تأثیری که میذاره اشاره میکنم. اولین تأثیری که داره اینه که خب همونجوری که گفتم از سقوط بازار سهام جلوگیری میکنه. شما وقتی که پولی داشته باشید که وارد بازار بشه از طریق بانک هایی که الان دارن این پول رو به صورت همینجوری بدون پشتوانه از فدرال رزرو آمریکا میگیرن، خب طبیعتاً سرمایه جدید نقدینگی به بازار تزریق میشه و بازار سهام شروع میکنه برگشتن به بالا. و مثالشو بخوام براتون بذارم، از 20 فوریه 2020 تا 23 مارچ یهو بازار سهام آمریکا شروع کرد یک سقوط وحشتناک. در عرض یک ماه حدود 34% این شاخص بازار سهام آمریکا، همین S&P 500 افت کرد. فدرال رزرو با قدرت وارد بازار شد، شروع کرد به پول چاپ کردن. الان از اون پایین بازار که ما بودیم یکم اومدیم بالاتر و نسبت به فوریه 2020 حدود 14% پایین هستیم، یعنی 20% از اون مقدار ارزشش رو که از دست داده بود دوباره تونست ریکاور کنه بازار سهام آمریکا و بتونه ارزشش رو به دست بیاره. این اولین تاثیر سیاست های همین کاهش نرخ بهره و کوانتیتیتیو ایزینگ یا چاپ پول بود در آمریکا. البته اثرای دیگه هم داره که اون اثرها شاید یکم طول بکشه حالا بخواد خودش رو توی بازار آمریکا نشون بده. اون اثرها چیه؟ مهمترین اون اثرها تورم هست. شما نگاه کنید وقتی که میاد ارزای پول رو در اقتصاد افزایش میدید، در حقیقت دارید در طولانی مدت ارزش پولتون رو میارید پایین. آمریکا یه شانسی که داره اینه که دلار به هر حال ارز ذخیره هست در جهان و یکم بیشتر برای دلار طول میکشه که بخواد این ارزشش رو به خاطر سیاست فدرال رزرو از دست بده. ولی خب این بخش منفی و بخش تاریک این سیاست فدرال رزرو هست که کمتر راجبش حرف زده میشه و الان خیلی از اقتصاددانا اینجا بر این باورن که فدرال رزرو تمام ریسک بازار رو در حقیقت جذب کرد و از اون سمت تزریق کرد به دلار. حالا چه زمانی دلار احتمالاً سقوط خواهد کرد و ارزشش خواهد افتاد، اون یه بحث خب خیلی مفصل تریه که میتونیم جداگونه بمونم بپردازیم. اوکی، من کامنت ها رو میخوام باز کنم آقای فتوحی، اگر که بله فقط یه مقدار فکر کنم صورت شما رو بپوشونه اگر یه ذره شیفت پیدا کنیم به سمت میشه فکر کنم راست شما اینجوری این آره که کامنت ها کمتر جلوی شما رو بگیرم. بله من موضوع لایومونم بذارم. بعد کامنت هم رو پین کردم. خب اگر که سوالی اومد، حالا من سوالا رو از شما خواهم پرسید. آیا فتوحی، سوال دیگه که حالا من دارم اینه که آیا رشد قیمت سهام در این دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ دستاورد ایشون بوده یا یعنی که نه ایشون صرفا از این فرصت استفاده کرد و میوه حالا این درخت رو چید؟ بازم جواب خیلی خلاصه شما گزینه دوم هست. طبیعتا همونطور که من گفتم علت اصلی رشد بازار سهام آمریکا سیاست های فدرال رزرو بود در این چند سال، نه خیلی ربطی به سیاست های آقای اوباما داشت، نه خیلی ربطی به سیاست های آقای ترامپ داشت. همه میدونستن و خود آقای ترامپ هم خیلی خوب این قضیه رو میدونه که رشد بازار بورس آمریکا به شدت بستگی به سیاست های فدرال رزرو داره. شما اگه با آقای ترامپ نگاه کنید توی این چند ماه اخیر تمام فشاری که تونسته رو گذاشته روی آقای جروم پاول که
رئیس فدرال ریزرو هست که بهش میگفته که آقای پاول من شما خواهش میکنم نرخ بهره رو بیار پایین، به صفر برسون، به صفر برسون، که این کارو کرد فدرال ریزرو. و از اون طرف هم به فدرال ریزرو میخواسته که شما از کوانتیتیتیو تایتنینگ یا این به کوانتیتیتیو ایزینگ یا همون تسهیل کمی یا همون چاپ کردن پول و ریختن پول به اون بازار. پس به طور خلاصه خیلی ربطی به سیاست‌های آقای ترامپ نداشته. حتی کاری که آقای ترامپ با چین کرد توی جنگ تجاری میشه گفت ضربه مهمی زد به بازار سهام توی آمریکایی نیستن، یک زنجیره‌ای هستن از کمپانی‌های به هم پیوسته در قسمت‌های مختلف دنیا. همه اینا به خاطر جنگ تجاری با چین دچار ضرر شدند. فکر نکنم آقای ترامپ کار خاصی کرده باشه برای بازار سهام، فقط خیلی دوست داره که این موفقیت رو به خودش نسبت بده و اگر بشه بهش گفت موفقیت از این قضیه بتونه توی تبلیغات انتخاباتیش برای خودش استفاده کنه. الان شروع کرده، به شدت داره این شایعه رو راه میندازه که اگر دموکرات ها بیان بازار سهام آمریکا به شدت سقوط بزرگتری خواهد کرد و من نجات دهنده شما هستم، که خب چنین چیزی به هیچ عنوان ریشه در واقعیت نداره. آیا این سقوطی که اتفاق افتاد جایگاه آقای ترامپ رو متزلزل کرد؟ ببینید، آقای ترامپ خودش تصورش این بود که محبوبیتش به طور مستقیم گره خورده با نمایش بازار سهام. این چیزی بود که خودش همیشه بهش معتقد بود. ریختن بازار سهام تا حدی به محبوبیت آقای ترامپ مخصوصا دم انتخابات ضربه زد، ولی آقای ترامپ تصمیم گرفت که این تهدید رو به فرصت تبدیل کنه با این بسته های حمایتی که در واقع موفق میشه آقای ترامپ که این کار بکنه و آیا میتونه اون پایگاه اجتماعی که داشت رو به دست بیاره مجدد. من فقط کامنت ها رو ببندم چون تصویر شما رو اصلا نمیبینم. سوالات رو خواهش میکنم که برای ما دایرکت بکنن. بله. سوالاتون میشه بار دیگه بگید؟ من سوال متوجه شدم. من عرض کردم که آیا این اتفاقی که افتاد، این سقوطی که ما در بورس شاهد بودیم، باعث شد که آقای ترامپ جایگاه اجتماعیش و پایگاه اجتماعی که داشت رو از دست بده و آیا فرصت ترمیم این جایگاه رو خواهد داشتیشون؟ من فکر کنم که توی ترمیم این جایگاه آقای ترامپ حداقل از نظر من فراتر از حد انتظار عمل کرد و به نظر من اینجوری که داره این بحران هندل میکنه، مخصوصا توی اون بیس خودش، توی اون طرفدارهای خودش، تونست حتی تا حدی محبوبیت خودش افزایش بده. شما اگر به محبوبیت آقای ترامپ در میان رای دهندگان حزب جمهوری خواه نگاه کنید، محبوبیت بی سابقه 96% رو داره. آقای ترامپ از این موقعیت استفاده زیادی کرد، چک $1,200 فرستاد به دم خونه های مردم، جدا از اون بیمه بیکاری رو افزایش داد، هفته ای $600 اضافه کرد به بیمه بیکاری برای کسایی که توی این بحران شغلشون رو از دست میدن، به طوری که الان خیلی از کسایی که شغلشون رو از دست دادن و این بیمه بیکاری رو دارن استفاده میکنن، درآمدشون از وقتی که خودشون واقعا میرفتن سر کار الان بیشتر هست. بیمه بیکاری بیکاری بیشتر دارن میگن. خب طبیعتا همه اینا برای آقای ترامپ خوب تموم میشه و من فکر کنم که تونست با یک روابط عمومی قوی بتونه این وسط بیاد و سیاست های پوپولیستی خودشو بتونه در میان طرفدارهای خودش به عنوان نجات دهنده اقتصاد آمریکا مطرح بکنه. پس در واقعشون موفق شد که این کار رو انجام بده. به نظر من فراتر از سطح انتظار بود، تو حد خیلی زیادی موفق شد. خود من فکر میکردم که یک سقوط 34% برای بازار سهام پایان کار آقای ترامپ خواهد بود و فکر میکردم که هیچ شانسی بعد از اون نخواهد داشت، ولی خب بهم ثابت شد که اشتباه میکردم و آقای ترامپ واقعا به نظر من توی هندل کردن این بحران بزرگ تونسته که قوی عمل بکنه از جهت حفظ کردن پایگاه رأیش. درسته. یه سوالی الان دوستان به من دادن که حالا من بپرسم، توی دایرکت اومده این سوال، پرسیدن که دولت، حالا دولت آمریکا با توجه به اینکه حالا بخش عمده ای از فعالان بورس وال استریت هم شرکت های
حالا بانک ها و این ها هستن که بهشون اشاره کردیم، آیا قیمت سهام در اونجا دستکاری میشه؟ آیا دولت مداخله میکنه در دستکاری کردن قیمت سهام یا خیر؟ ببینید، به طور مستقیم من نمیتونم بگم دولت میاد دستکاری میکنه و مداخله میکنه، ولی به طور غیر مستقیم چرا بشه دست داره دستکاری و مداخله میکنه. من فکر کنم که خیلیش از شما و بینندگان ازتون راجع به استقلال بانک مرکزی شنیدید که همیشه هم آمریکا یا توصیه میکنن بقیه کشورها را به استقلال بانک مرکزی، ولی شما اگر به امروز در به اوضاع امروز آمریکا نگاه کنید میفهمید که این استقلال بانک مرکزی یک افسانه رمانتیکه، هیچ در واقعیت نداره خیلی، و دولت آقای ترامپ تمام فشاری که داره رو به فدرال رزرو یا همون سنترال بانک، بانک مرکزی آمریکا داره میاره تا بتونه این قیمت ها رو بالا نگه داره و چون که معتقده با بالا بودن این قیمت ها، بالا اومدن قیمت سهام محبوبیت خودش هم افزایش پیدا میکنه. پس این که ما بگیم که مثلا خود دولت بیاد یا فدرال رزرو بیاد هنوز مستقیم سهام بخره، نه، این کار رو هنوز نکرده، ولی در آینده به نظر من خواهد کرد، همون جوری که بانک مرکزی ژاپن این کار رو کرد و برای استیبل کردن بازار سهامش مستقیما وارد عرضه شد و سهام خرید. الان فدرال رزرو آمریکا هنوز مستقیم وارد بازار سهام نشده، وارد بازار اوراق قرضه شده، بازاری که من اول گفتم از بازار سهام تقریبا دو برابر گنده تر هست، بزرگتر هست، اوراق قرضه زیادی رو خریده، مخصوصا اوراق قرضه شرکت هایی که در آستانه ورشکستگی بودن تا بتونه نجاتشون بده. جدا از اون فدرال رزرو الان تو همون بازار اوراق قرضه زیادی از خزانه داری آمریکا یا از دولت آمریکا خریده که ترجمه‌اش این میشه که فدرال رزرو از توی هوا و بدون هیچ پشتوانه‌ای پول چاپ کرده و قرض داده به دولت آمریکا. پس جوابش اینه که مستقیما نه، ولی به روش‌های غیر مستقیم و روش‌هایی که یکم پیچیده‌تر هست و مردم عادی متوجهش نمیشن، بله، دولت آمریکا در بازار به شدت دخالت میکنه. درسته، ممنون. آقای فتوحی، حالا شما اشاره فرمودین خیلی مردم و اون حالا فعالان خرد خیلی توی بازار وال استریت حضور ندارن، ولی من میخوام ببینم که آیا توی سوشال مدیا فعالیت و حالا سیگنال دادن به بازار سهام اونجا دیده میشه یا خیر؟ اگر پاسختون مثبت هستش، من میخوام ببینم که برخورد حالا مراجع نظارتی و مراجع قانونی به چه صورت هست. بله، قبل از اینکه من جواب سوال شما رو بدم، بذارید بگم که طبق قانون وال استریت، اینکه شما بیاید توییت هایی بزنید به قصد بالا پایین کردن قیمت سهام که توییت های واقعی نباشه یا مسائل رو مطرح کنید که مسائل واقعی نباشه، مارکت مانیپولیشن یا دستکاری در بازار، بله بله، دستکاری در بازار محسوب میشه و این یک جرم حساب میشه. ولی نکته ای که هست اینه که شخص اول دولت آمریکا یعنی آقای ترامپ تقریبا میتونم بگم به طور روزمره مشغول همین قضیه مارکت مانیپولیشن هست. هر وقت که بازار سهام شروع میکنه یکم افتادن، ترامپ سریع توییت میزنه که بله بله، بازار سهام بسیار خوبه، بسیار داره پیشرفت میکنه، ما اقتصادمون بسیار قوی هست. حتی در اوایل فکر کنم ماه مارچ بود که بازار سهام آمریکا شروع کرد به ریختن، آقای ترامپ توییت زد و از رئیس جمهور چین تشکر کرد به خاطر برخورد خیلی خوبش با کرونا و آمریکا رو به آمریکا اطمینان داد که این بحران کرونا اصلا چیز خیلی زود گذریه و هیچ مشکلی نیست، دقیقاً برخلاف حرفایی که الان داره میزنه. و میتونم بگم ما شاهد این هستیم که نه تنها آقای ترامپ، بلکه حتی مدیر عامل کمپانی های معروف آمریکایی مثل مثلا مدیر عامل کمپانی تسلا آقای ایلان ماسک، اینا مداوم در توییتر هستن و دارن سعی میکنن که از توییتر به عنوان یک ابزاری برای پی آر یا همون روابط عمومی شرکت خودشون و اقتصاد آمریکا استفاده کنن و به قول خود این وال استریت یا اینا رو پامپ کنن که این قیمت سهام از توی اونجا کمک بهش بشه بره بالاتر. از طرفی ما الان شاهد این هستیم که مقدار خیلی زیادی از معاملاتی که توی وال استریت داره انجام میشه دیگه توسط افراد صورت نمیگیره، توسط الگوریتم های هوش مصنوعی اینا داره صورت میگیره و این الگوریتم ها یکی از چیزهایی که همیشه چک میکنن همین شبکه های اجتماعی هست، میرن توی توییتر، توی فیسبوک و توی یک پایگاه دیگه هست به اسم استاک توییتس
که خیلی از فعالین وال استریت ببخشید اونجا نظراتشون رو این مربوط به اون فعالان عمده است یا اون حالا فعالان خرد بازار؟ هر دو تو استاک توییت هر دو توش فعالیت دارن، ولی این کمپانی های این الگوریتم های هوش مصنوعی بیشتر برای سرمایه گذارهای مؤسسه ای مثل هج فاند ها کار میکنن و خب اینا یکی از چیزهایی که مدام مانیتر میکنن و مدام بهش نگاه میکنن اون شبکه های اجتماعی هست که بیان از توش سنتیمنت یا حس بازار رو بگیرن و بفهمن که خب الان بازار داره حرفای خوب میزنه، اگه حرفای خوب میزنه پس بازار قراره بره بالا، ما شروع کنیم خرید، ما زودتر از بقیه بریم بخریم که از این بالا رفتن سود بکنیم، اگه بازار حرفای بد داره میزنه خب پس ما بیایم اون سمت بازار به قول معروف بیایم بازار رو شورت کنیم. چون که من فکر کنم این برای بیننده های شما هم جالب باشه، توی وال استریت از هر دو مورد میشه پول در آورد، یعنی شما میتونید از بالا رفتن قیمت سهام به دست پول به دست بیارید که بهش میگن موقعیت لانگ یا موقعیت به اصطلاح به قول خودنا بول که ترجمهش میشه گاوی. یه موقعیت دیگه هم هست که اینه که شما میتونید از پایین اومدن قیمت سهام پول در بیارید که میشه موقعیت شورت یا موقعیت بریش یا همون خرس. کلا توی وال استریت ببینید اینکه شما بخواید از پایین رفتن قیمت سهام پول در بیارید روش‌های مختلفی داره، یکم پیچیده است، ولی من اینجا دو تا روش اصلی که انجام میشه این کارو میتونم براتون توضیح بدم. روش اولش بهش میگن شورت سلینگ. شورت سلینگ چیه؟ شورت سلینگ و اینه که من میرم پیش کارگزارم، فکر کنید من سهام شرکت کمپانی گوگل رو میخوام شورت سل کنم، من میرم پیش کارگزارم میگم که ببین من تو به من یک سهام شرکت گوگل قرض بده، من این سهامو قرض میگیرم، وقتی این سهامو قرض گرفتم این سهام رو میفروشم، اوکی؟ بعدن من موظفم که هر وقت این کارگزار گفت این سهام را بخرم و به کارگزارم پس بدم. خب شما فکر کنید سهام قیمت سهام گوگل الان هست $100، من میام این سهامو قرض میگیرم میفروشمش، همین الان $100 پول میگیرم، بعد که قیمتش رفت پایین رسید به $90 من میرم این سهامو دوباره $90 میخرم پس میدم به صاحبش و من اینجوری $10 اینجا سود کردم، تونستم از پایین رفتن قیمت سهام کمپانی گوگل $10 سود کنم. ببینن شورت سلینگ که خب خیلی کسایی که موقعیت شورت میگیرن نسبت به بازار این کار میکنن. یکی دیگهش، یک روش دیگه ای که شما از پایین رفتن بازار میتونید پول در بیارید از طریق پوت آپشن هست. اگر اون دست از فعالینی که با آپشن ها سرمایه گذاری دارن با سرمایه گذاری از طریق آپشن ها آشنایی دارن میدونن که ما دو نوع آپشن داریم، آپشن پوت و آپشن کال. شما میتونید از آپشن پوت، حالا من توضیح نمیدم که دقیقاً چیه چه شکلی کار میکنه چون آپشن های مقداری پیچیده میشن و شاید بحثش برای کلاس درس و اینا خیلی بهتر باشه، ولی از طریق خرید آپشن پوت شما میتونید از پایین رفتن بازار سهام سود کنید. به طور خلاصه اگر بخوام بگم آپشن پوت یا پوت آپشن چیه، یه چیزی خیلی شبیه به بیم است، یعنی شما وقتی روی یه قضیه بیمه میخرید در حقیقت دارید روش پوت آپشن میخرید. مثلا فکر کنید شما یک ماشینی دارید میرید بیمه میخرید که اگر ارزش این ماشین افتاد اون بیمه بیاد بتونه براتون جبران کنه. پوت آپشن هم دقیقاً یه چیزی هست، فقط فرقش اینه که شما خود ماشین رو ندارید و میرید بیمه‌شو میخرید. درسته. سوال برام فرستادن آقای فوتی، منتها خیلی به بازار وال استریت ارتباطی نداره، پرسیدن که الان حال و هوا اونجا به چه صورته با توجه به این وضعیت کرونا و اینها، یه مقدار از مختصات بازار و اینکه الان کرونا به چه صورت فعالان بازار رو تحت تاثیر قرار داده توضیح میدی. ببینید بله حتما. ببینید خب فعالین بازار الان به شدت در یک حالت عدم اطمینان به سر میبرن و عدم اطمینان بزرگترین سم هست برای فعالیت اقتصادی در هر جای دنیا. به همین خاطر هم هست که ما الان در بازار سهام آمریکا شاهد یک کمبود لیکویدیتی یا به طور اگه بخوام به فارسی بگم فکر کنم ترجمه درستش نقد شوندگی هستیم. یعنی چه؟ یعنی کسایی که در بازار فعالن تعدادشون خیلی کم شده، همه پولاشونو بردن توی پستوها ذخیره کردن، یه جای پارک کردن پولاشونو و منتظرن که این عدم قطعیت و این عدم امنیت
از بازار رخت ببنده و اینا بتونن دوباره وارد بازار شن. وقتی که شرکت کنندگان در بازار کم هستن به خاطر این عدم قطعیت، ما شاهد نوسان شدید هستیم در بازار به خاطر همین کم بوده شرکت کننده. یعنی ما روزهایی رو داریم که خب بازم میگم این تو این چند ماه اخیر دو سه بار اتفاق افتاد و بی سابقه بود. ما روزهایی داریم که داشتیم که بلا فاصله بعد از باز شدن وال استریت بازار سهام 7% افتاد و اینجا یک قانونی داره بازار سهام به اسم سرکت بریکر که اگر شما توی یک روز بیشتر از 7% سهامی بیفته بازار سهام به مدت 15 دقیقه تعطیل میشه. و ما توی این دو سه ماه اخیر بعد از بیشتر از 30 سال شاهد این بودیم که این قضیه اینجا اتفاق افتاد و ما دو سه روز داشتیم که دوشنبه سیاه، پنج شنبه سیاه که بازار سهام آمریکا سقوط بسیار شدیدی کرد و مجبور شدن که به مدت 15 دقیقه بعد از اون بازار رو ببندن و علتش هم همین بود. وقتی که کم هستن شرکت کنندگان در بازار، ما نوسانهای خیلی شدیدی داریم در بازار و این الان به شدت داره بازار رو تحت تاثیر قرار میده. من اگر به طور خلاصه بگم که سرمایه گذارها چه افقی نسبت به آینده بازار آمریکا دارن الان، میتونم این افق رو به سه بینش متفاوت، سه پیشبینی متفاوت برای بازار آمریکا تقسیم کنم. پیشبینی اول که اینجا توی بازار دارن همه، حالا نمیگم کدوم بیشتر بعدا نمونشن، اول سه تا حالت ها میگم. حالت اول بهش میگن وی شیپ ریکاوری، یعنی همین طوری که ما در عرض یک ماه مثلا 34% بازار سهام افتاد، ما در عرض دو سه ماه آینده بلافاصله به اون تمام اینا رو ریکاور میکنیم و مثل یک حرف وی برمیگردیم به همون جایی که قبلا بودیم. این احتمال اول هست، احتمال خوشبینانه هست که خب یه سری معتقدن این اتفاق ممکنه بیفته. احتمال دوم یک ریکاوری هست به شکل رادیکال برعکس. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما قیمت ها رو اینجوری داشتیم، یه هو افتادن 34% افتاد، الان یکم اومدن بالاتر، یه 20% اومدن بالاتر و در همین حد خواهند موند فعلا تا چند ماه آینده. دقیقا مثلا که شما یک رادیکال رو بیاید برعکسش بکنید. این احتمال دومی بله. هست که برای بازار امکان داره رخ بده. و اما احتمال سوم، احتمالی که به نظر من احتمالش از بقیه موارد احتمالاً بیشتر هم هست، اینه که ما شاهد یک سقوط مجدد در بازار بورس آمریکا باشیم به منطقه‌ای پایین تر از منطقه قبلی. و حدس من این هست که این اتفاق احتمالش هست در چند ماه آینده بیفته و پس از اون به نظر من تا پایان امسال، حالا ممکنه بعد یا قبل از انتخابات نوامبر. من میخوام بابت همین از شما پرسیدم که آیا این اتفاق از نظر شما قبل از انتخابات ریاست جمهوری خواهد افتاد یا بعد، چون به هر حال تأثیر خواهد داشت در سرنوشت انتخابات. به نظر من احتمال اینکه بیفته به بعد از انتخابات هست، شاید چند ماه بعد از انتخابات اگر ما شاهد یک موج دوم سقوط باشیم اون احتمالش هست، ولی از طرفی احتمال اینکه قبل از انتخابات هم بیفته هست. خیلی شرایط نامعلومیه، من واقعا نمیتونم دقیق بگم. احتمال اینکه بعد انتخابات بشه بیشتره، ولی واقعا ممکنه قبل از انتخابات هم اتفاق بیفته. و زمانی که این اتفاق بیفته ما شاهد این خواهیم بود که فدرال ریزرو یا بانک مرکزی آمریکا مستقیما مثل بانک مرکزی ژاپن وارد بازار بشه و شروع کنه مستقیما سهام خریدن تا بتونه قیمت سهام ها رو بفرسته مقداری بالاتر. از طرفی اگر اون اتفاق بیفته ما ممکنه در آمریکا هم مثل اروپا شاهد حرکت از سمت نرخ بهره صفر یا زیرو اینترست ریت پالیسی یا زیرپ باشیم به نرخ بهره منفی یا نگتیو اینترست ریت پالیسی یا همون نیرپ. ممکنه که این قدم های بعدی بانک مرکزی باشه. ببینید بانک مرکزی آمریکا یا فدرال ریزرو هنوز تمام تیرهایی که تو خشاب داشته برای نجات دادن بازار رو شلیک نکرده و من فکر کنم در سقوط بعدی اونها رو شلیک خواهد کرد و پس از اون بازار آمریکا مجدداً شروع خواهد کرد و بالا رفتن. یه سوال دیگه که پرسیدن من حالا از شما بپرسم، یعنی خواسته شده که من از شما بپرسم راجع به تأثیر کاهش قیمت نفت روی بازار توضیح بدین که حالا به چه صورت بوده اونجا، خوش به چه صورت نشون داده و دورنما به چه صورت متصله. بله همینجور که میدونید شما و بینندگان محترم،
خب تاثیر زیادی داشته این روی بازار آمریکا. قیمت نفت تحت فشار بوده از دو سمت، از سمت عرضه و مهمتر از اون که کمتر راجبش حرف زده میشه از سمت تقاضا. ما شاهد این بودیم از سمت عرضه که توی یک رقابت نفتی عربستان و روسیه به قصد زمین زدن صنعت شیل آمریکا قیمت نفت رو به شدت آوردن پایین و عرضه رو افزایش دادن. از طرفی به خاطر بحران کرونا و توقف فعالیت واحدهای صنعتی ما شاهد کاهش شدید تقاضا برای نفت بودیم و این دو فشار قیمت نفت رو به طرز واقعا بی سابقه‌ای در تاریخ انداخت. جوری که چیز اتفاق افتاد که من اصلا فکرش نمی‌کردم ما شاهد قیمت‌های منفی نفت بودیم. یعنی کار به جایی رسید که اینا حتی جا نداشتن نفت رو نگه دارن و به مردم پول میدادن، گفتن بیاین این بشکه‌های نفت رو از ما بگیرید، ما بهتون پول میدیم این بشکه‌های نفت رو ببرید. خب این طبیعتا نفت شیل آمریکا رو واقعا زمین زد. نفت شیلی که هزینه تولیدش برای هر بشکه از نفتی که ما توی خاورمیانه تولید میکنیم بیشتره. شاید هر بشکه نفتی که ما توی خاورمیانه در میاریم هزینه در آوردنش 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار باشه، ولی بر هر بشکه نفت شیل شاید 40 دلار، 50 دلار هزینه استخراجش هست از این منابع. و با نفت 20 دلاری حتی اگه قیمت نفت مثبت 20 دلار هم باشه اینا دارن روی هر بشکه 30 دلار ضرر میدن. پس این کمپانی های نفتی به شدت دچار بحران شدن. الان حرفش هست که خود آقای ترامپ گفت ما ذخایر استراتژیکمون رو فعلا پر میکنیم، وارد بازار میشیم، دولت آمریکا وارد بازار شده نفت داره میخره که بتونه قیمت نفت رو یکم استیبل تر بکنه. و از اون طرف یک تاثیر دیگه ای که داره شاید کمتر بقیه متوجهش باشن این دومینویی هست که حالا بانک ها دوچارش خواهند شد. تمام این کمپانی های نفت شیل که در قسمت های مرکزی آمریکا مشغول استخراج نفت بودند اینا به شدت زیر بار قرض هستند و بانک های آمریکا به اینا مقادیر خیلی زیادی رو پول قرض دادن و حالا این کمپانی ها قادر نخواهند بود که این پول ها رو پس بدن به این بانک ها و طبیعتا بانک ها هم الان دچار یک بحران خیلی بزرگی خواهد شد از این مشکلی که برای نفت پیش اومده. فکر کنم الان دیگه خیلی ها دارن به این نتیجه میرسن که احتمالا به این زودی ها شاهد بازگشت قیمت نفت به محدوده 50 دلار نخواهیم بود. حدس من این هست که در چند ماه آینده با موج ورشکستگی های زیادی در میان شرکت های نفتی روبرو خواهیم بود و یعنی این تاثیر رو هم روی شرکت های پالایشی خواهیم داشت و هم شرکت های پتروشیمی. بله 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 به نظر من روی هر دو تو آمریکا تاثیر خواهد داشت. همونجور که ما شاهد بودیم که ETF قسمت نفت توی این مدت که خب پالایشگاه ها و پتروشیمی هم شاملش میشه سقوط به شدت زیادی داشت. من کلن خیلی آینده خوبی رو برای نفت و کلن فاسیل فیولز در این کشور نمیبینم. یکی از علتهای دیگرش هم اون فشاری هست که سازمان های محیط زیستی دارن به کمپانی های نفتی میارن. الان اونا هم وارد لابی کردن شدن و سعی دارن کار کردن و استخراج نفت و واسه کمپانی های نفتی و واسه فرآورده های پتروشیمی یکم سخت تر بکنن. درسته. یه سوال دیگه که الان برای من فرستادن اینه که آیا تعدیل نیرو در شرکت هایی که فعال هستن در وال استریت خواهیم داشت؟ یعنی این اتفاق اونجا شروع شده با توجه به اینکه حالا تعداد افرادی هم که دارن بیمه بیکاری دریافت میکنن از دولت آمریکا رو به افزایشه، این توی وال شرکت های وال استریت به چه صورت هستش؟ بله بله ما اینجا هم داریم اینو میبینیم. الان توی وال استریت ما شاهد دور جدیدی از لی آف یا همون برکناری ها هستیم. یه مدل جدیدی از لی‌آف که اخیراً دارن میکنن اینجا بهش میگن فرلو. به این صورت هست که کمپانی میگه ما الان وارد یک بحران مالی شدیم، شما هنوز کارمند ما هستید، فقط ما شما رو میذاریم روی مرخصی بدون حقوق تا اطلاع ثانوی. و ما الان داریم میبینیم که خیلی جا توی وال استریت این اتفاق داره میفته. خب بعد این افرادی که توی این لیست قرار میگیرن امکان دریافت بیمه بیکاری رو نخواهند داشت؟ چرا امکان دریافت بیمه بیکاری رو خواهند داشت. حالا برای مردم عادی اون بیمه بیکاری خب براشون خوبه، برای خیلی هم از درآمدشون بیشتره، ولی برای کسایی که تو وال استریت کار میکنن بیمه بیکاری طبیعتاً کمتر از درآمدشون هست. قطعاً کافی و بله قطعاً برای خب اون به هر حال هزینه بالای زندگی که اینا دارن جوابگو نخواهد بود. درست. پیش بینی شما از آینده طلا چیه؟ فوتوی
ببینید، من به نظر من اگر برگردیم و یه نگاه کنیم توی نیمه اول، توی کوارتر اول امسال ما شاهد افزایش قیمت طلا بودیم در حالی که بازار سهام داشت به شدت می افتاد. به نظر من قیمت طلا الان مثلا شاید حدود اون 3700 دلار باشه، پتانسیل اینا داره که تا پایان سال 2021 برسه به مرز 3000 دلار و ما شاهد یک افزایش چشمگیری در قیمت طلا و نه تنها طلا بلکه نقره و فلزات گرانبها به نظر من خواهیم بود. علتش هم چند تا علت داره. اولا اینکه همیشه در زمان بحران‌های مالی سرمایه از اسیدهای از دارایی‌های ریسکی مثل سهام شروع می‌کنن حرکت کردن به سمت دارایی‌های امن‌تر مثل طلا یا فلزات گرانبها. شما برگردید به سال 2008 هم نگاه کنید، بعد از بحران 2008 و حتی در طول بحران 2008 ما شاهد بالا رفتن قیمت طلا بودیم. به نظر من این اتفاق دوباره خواهد افتاد. یه علت دیگه ای که قیمت طلا به نظر من بالا خواهد رفت به شدت اثر تورمی سیاست های فدرال ریزرو، یعنی همون پول چاپ کردن. شما نگاه کنید ارزش پول در مقابل طلا میره بالاتر و این یعنی چه؟ یعنی که ما در قیمت طلا شاهد یک تورم خواهیم بود در آینده وقتی که تمام این پولایی که الان در پستو بیاد وارد بازار بشه و بیاد به سمت فلزات گرانبها. به نظر من این نسبت به رشد قیمت طلا نسبت به دلار کمک شاهین خواهد کرد. البته سومم اون یکی سیاست بانک مرکزی به اسم زیرو اینترست ریت پالیسی یا نگاتیو اینترست ریت پالیسی، چون که کاری که این میکنه نه تنها برای طلا بلکه برای سایر دارایی ها این اپورتونیتی کاست اف کپیتال یا فرصت این نمیدونم واقعا به فارسی ترجمهش چی بگم که درست بشه، فرصت این که شما یه جای دیگه سرمایه گذاری کنید هزینه یه اونا میبره پایین تر و خب نه تنها بازار سهام بلکه با طلا و سایر فلزات گرانبها هم باعث رشد در قیمتش میشه. همین الان ما شاهد یک اتفاق دوباره بی سابقه هستیم در بازار طلا در آمریکا و اون جدا شدن قیمت طلای فیزیکی از چیزی هست که بهش میگن spot price یا قیمت طلای کاغذی. ببینید اینجا exchange traded fund هایی هستن که فقط کارشون اینه که طلا میخرن و شما میتونید برید سهام این exchange traded fund ها یا ETF ها را بخرید تا به قیمت طلا اکسپوژر داشته باشید، مثلا مثل اینه که تو طلا سرمایه گذاری کردید. از طرفی شما این آپشن رو دارید. شبیه اوراق طلا، درسته؟ مثلا اوراق طلا. آفرین دقیقا همین. اینا دقیقا. بعد از اون طرف ما اینجا طلای فیزیکی داریم. الان یک اختلاف بی سابقه ای به وجود اومده بین قیمت طلای فیزیکی و طلای کاغذی. یعنی شما اگر طلای کاغذی الان بگیم حدود 11700 دلاره، من اگر بخوام برم الان تو آمریکا طلای فیزیکی بخرم حدودا 1800 دلار 1850 دلار باید پول بدم. 150 دلار بالاتر. بله. ما شاهد این بحران اینجا بودیم. یکی از علتهای اصلیش همین مخدوش شدن زنجیره ارزه است، زنجیره ساپلای، چون که خیلی این طلا از لندن می اومد نیویورک، الان پرواز خیلی هاش متوقف شده، این طلا نمیاد. ما حتی شاهد این بودیم که اسر از هج فاند های اینجا پرواز دارن چارتر میکنن از لندن طلا میارن با کل پرواز میارن وارد نیویورک میکنن و این الان یک بحرانیه که منش میتونم من فکر کنم این هم یک نشانه دیگه ای هست که روی قیمت طلا فشار زیادی هست و ما ممکنه به زودی شاهد یک افزایش در قیمت طلا بشیم. پیشبینیتون رو تا پایان 2021 فرمودین، تا پایان 2020 هم اگر پیشبینیتون رو بفرمایین من سوال بعدی رو میپرسم. فکر کنم تا پایان 2020 خیلی بستگی به این داره که این بحران کرونا چقدر زود همون بشه، چقدر کشور آمریکا و واحدهای اقتصادی زودتر بتونن برگردن به اون حالت، حالا شاید نه قبلی ولی حالتی که حداقل بتونن کار کنن، رستوران ها بتونن آروم آروم باز بشن، مردم برگردن به سر کاراشون و ما شاهد بازگشت پول هایی که همونطور که گفتم در پس تو پارک شده به بازار باشیم. اگر این اتفاق بیفته، اگر ما بتونیم کرونا رو اینجا به حاشیه برونیم تا آخر 2020، به نظر من ممکنه که یک اثر تورمی چه در سهام چه در طلا چه در سایر دارایی ها داشته باشیم و تورم در آمریکا بره بالا و در نتیجه این بالا رفتن تورم قیمت سهام و قیمت فلزات گرانبها هم بره بالا. اگر که نه، ما نتونیم به زودی این کرونا را جمع بکنیم و همچنان درگیر باشیم با عوارض کرونا، به نظر من کاهش قیمت ها ممکنه تا آخر سال 2020 ادامه پیدا بکنه
و بعد از یک ریزش شدید در سال 2020 اواسط سال شاید سال 2021 ما شاهد بازگشت بازار باشیم. درسته. یه سوال دیگه ای که الان مخاطبا پرسیدن اینه که روش تحلیل بازار پرایس اکشن یا فاندامنتال، این دوتا رو توضیح اگر بدیم. بله، ببینید دو جور به سهام میشه یک نگاه کرد، یکی از روش فاندامنتال هست و یکی از روش تکنیکال. ببینید روش فاندامنتال روشی هست که خب ما وقتی که اینا میخوایم استفاده کنیم باید بدونیم الان سهام چیه اصلا. ما وقتی میگیم سهام یک شرکت داریم واقعا راجع به چی حرف میزنیم. سهام یک شرکت، ارزش سهام یک شرکت net present value یا ارزش حال حاضره تمام درآمدهایی هست که این کمپانی در آینده خواهد داشت، یا به انگلیسی میشه net present value of future cash flows، اینکه این کمپانی چقدر پول در میاره در آینده. سهام یک حقی هست که ما نسبت به این پولهایی که در آینده این کمپانی در خواهد آورد داریم. پس برابر این وقتی که ما از لحاظ فاندمنتال میخوایم یک کمپانی بررسی کنیم، میایم و وارد فاینانشال استیتمنت یا صورت حسابای مالی اون شرکت میشیم، میبینیم که این شرکت الان چقدر داره پول در میاره، در کوارتر بعد، در سالهای بعد چقدر پول در خواهد آورد. و وقتی ما به همه اینا نگاه کردیم میایم میبینیم که خب من حدسم اینه که این کمپانی انقدر کش فلو تولید خواهد کرد، انقدر پول تولید خواهد کرد در سالهای آینده، کاست آف کپیتالش یا هزینه سرمایهش انقدر هست، برابر این ارزش حال حاضره تمام سهام این شرکت اینقدر خواهد بود. برای فاندامنتال آنالیسیس ما همچنین میتونیم به مثلا نسبت هایی مثل پرایس تو ارنینگ پی ای ریشیو نگاه بکنیم که ببینیم خب یه سهام حالا ارزونه یا مثلا گرونه. در صورتی که تحلیل تکنیکال واقعا کاری نداره که اون سهامی که شما داری میکنی چقدر پول تولید میکنه. تحلیل تکنیکال میاد و به حرکت های چارت قیمت یک سهام نگاه میکنه. بخوام بگم چه کسایی این دوتا رو بیشتر استفاده میکنن، فکر کنم شما یا خیلی از بیننده‌هاتون با سرمایه گذار معروف وال استریت آقای وارن بافه آشنا باشید. ایشون یکی از کسایی هست که به شدت به تحلیل فاندمنتال علاقه داره و همیشه سهام هایی رو میخره که پی ای ریشیو یا نسبت پرایس به ارنینگ بسیار پایینی دارن. کسایی که تحلیل فاندمنتال میکنن و بر اساس تحلیل فاندمنتال سهام میخرن، اینا افق دیدشون خیلی بلند مدت تره. خیلی مثلا اینا نمیگن که ما این سهامو الان میخریم فردا یا هفته بعد میفروشیم. معمولا مثلا چند سال نگه میدارن، میگن این کمپانی خوبی هست، کمپانی قوی هست و ما به اینکه میتونه پول در بیاره باور داریم، بنابراین این کمپانی رو چند سال نگه میداریم. کسایی که فاندامنتال آنالیسیس میکنن به اصطلاح اینوستمنت میکنن، سرمایه گذاری میکنن، و یک فرقی هست بین سرمایه گذاری یا اینوستمنت با ترید یا مبادله. مبادله خیلی کم افقش کوتاه‌تر هست. مثلا ما اینجا کمپانی هایی داریم که در طول روز مبادله میکنن، بهشون میگن اینترادی تریدینگ، یعنی من یک سهام یا امروز میخرم یه ساعت بعد میفروشم. کسایی که این کار رو میکنن و سهامو در کوتاه مدت یا به صورت روزمره مبادله میکنن، اینا بیشتر به تکنیکال نگاه میکنن تا به فاندامنتال. درسته، ممنون. من فقط بگم ما کمتر از 6 دقیقه وقت داریم، دو تا سوال دیگه هست که من از شما بپرسم بعد دیگه لایو رو ترک بکنیم. سوال اولم، حالا با توجه به اینکه به پی بی ای اشاره کردین، نسبت متوسط پی بی ای شرکت ها و سهام موجود در وال استریت رو لطف میکنیم بفرمایید که چه عددیه معمولش؟ بله، ببینید من اگه بخوام راجع به خود S&P 500 حرف بزنم، الان پی ریشیوش حدود 20ه، عدد 20 هست الان. ولی که ما وقتی که وارد صنایع مختلف میشیم این پی ریشیو معلومه فرق داره. مثلا توی تکنولوژی واسه شرکت هایی مثل گوگل، مثل آمازون، اینا پی ریشیوی خیلی بالاتری دارن. چرا؟ چون که بازار معتقده اینا در آینده درآمدشون یا همون ارنینگشون که مخرج پرایس تو ارنینگ هست، توی مخرج داره، این احتمالاً در آینده زیاد خواهد شد. به اصطلاح به این سهام، سهام‌های این شکلی تو بازار آمریکا که پی ای بالاتری دارند میگن growth stocks یا سهام‌های رشد، سهام‌هایی که قرار در آینده رشد کنند. برعکس این سهام‌هایی هستن که خب پی ای ریشیوی خیلی پایین‌تری دارند. مثلا کمپانی‌های مخابراتی
یا مثلا کمپانی های هلث کیر یا سلامت، اینا معمولا پی ریشیو های خیلی پایین تری دارن. به اینا میگن ولیو استاکس، استاک هایی که ارزونن، استاک های سهام هایی که میارزن آدم بخردشون نسبت به مقدار درآمدی که دارن. پس پرایس تو ارنینگ به خیلی چیزا بستگی داره، به خب اون صنعتی که توش قرار گرفتن بستگی داره، به استیجی که خود کمپانی توش هست، یعنی مثلا کمپانی هایی که استیج های پایین ترن جوونن معمولا پی ریشیو های بالاتری دارن، کمپانی هایی که پیرتر هستن خیلی وقت تو بازار بودن اونا خب معمولا پی ریشیو های پایین تری دارن. و خلاصه جوابش در یک جمله اینه که بستگی داره به سایز کمپانی، به سن کمپانی و همچنین به اون صنعتی که کمپانی درش قرار گرفته. من سوال آخر از شما میپرسم، خیلی کوتاه اگر جواب در حد یک دقیقه، نحوه تهیه اوراق قرضه و تفاوت اوراق کوتاه مدت و بلند مدت رو اگر بفرمایید. خیلی کوتاه. بله حتما. اوراق قرضه بیشتر همونجور که من گفتم سرمایه گذارهای مؤسسه ای یا institutional investors اونجا سرمایه گذاری میکنن، معمولا ریتیل اینوستر یا سرمایه گذارهای خورده پا، سرمایه گذارهای شخصی اینا اوراق قرضه شرکت ها را کم تر میرن میخرن. و جدا از اوراق قرضه شرکت ها، ما اوراق قرضه خود دولت آمریکا داریم، آمریکا رو داریم، یا چیزی که بهش میگن اینجا تریجری بانز، که خب اونا کوتاه مدت داره و بلند مدت داره. اوراق قرضه کوتاه مدت خب دیوریشن یا طولشون کمتره. اینجوری که من به دولت آمریکا یه پولی قرض میدم $1,000، دولت آمریکا 3 ماه بعد یا مثلا 1 سال بعد این پول رو به من به علاوه بهره پس میده. ولی از اون طرف اوراق قرضه بلند مدت تر هست، من میتونم پولی بدم به دولت آمریکا به مدت 30 سال پیش اونا باشه و اونا هر سال یا هر ماه به من یک پولی رو به عنوان بهره پس بدن. و قانون بازار چیزی که اینجا همیشه هست اینه که اوراق قرضه‌ای که کوتاه مدت تر هستن، مثلا فکر کنید اوراق قرضه 1 ساله، اینا نرخ بهره سالیانشون، مثلا نرخ بازده سالیانشون، بازدهشون هست مثلا حدود بگیریم اگر هست 2%، اونایی که 30 سال است نرخ بازدهی بیشتری دارن، چون که به هر حال من دارم پولمو 30 سال با اینا میذارم و اینا نرخ بالاتری باید من بدن که من حاضر باشم پولم باهاشون مونه. اینا معمولا مثلا هستن 3%، 4%. و من اینم شاید برای بعضی از بیننده‌هاتون جالب باشه به طور خلاصه بگم، ما اتفاقی که افتاد اینجا تو همون سپتامبر 2019 و یکی از نشانه‌های بحران در بازار آمریکا بود بهش میگن yield curve inversion. و اون اتفاق وقتی هست که نرخ بازده اوراق کوتاه مدت از نرخ بازده اوراق بلند مدت بیشتر میشه. این اتفاقی هست که افتاد و علتش هم اینه که مردم سرمایه هاشونو از بازار میکشن بیرون و میذارن تو اوراق قرضه بلند مدت. تقاضا برای اوراق قرضه بلند مدت به شدت میره بالاتر. وقتی که تقاضا برای اونا میره بالاتر یعنی قیمتشون میره بالاتر، و وقتی قیمتشون میره بالاتر یعنی در عمل بازدهشون داره میفته. و ما اینو توی سپتامبر شاهد بودیم. معمولاً بعد از ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نمیتونیم بحث رو ادامه بدیم. من عذرخواهی میکنم که صحبت شما رو قطع میکنم، انشاءالله توی یک لایو دیگه ای ما با شما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. من خیلی ممنونم از شما که روز تعطیل یک شنبهتون رو با ما وقت گذاشتین و حالا به سوالات ما و بینندگان ما پاسخ دادین. ضمن اینکه از مخاطبانمون عذرخواهی میکنم، مجبور شدیم به خاطر اینکه تصویر شما رو داشته باشیم کامنت ها رو ببندیم. ما فردا صبح ساعت 11 یک لایو دیگه داریم با آقای دکتر علی مروی اقتصاددان در رابطه با تمرکز دولت بر بازار سهام، فرصت سوزی یا فرصت سازی. ممنون میشم که به لایو ما توجه کنیم و سوالاتی که در رابطه با این موضوع داریم برای ما در دایرکت بفرستین تا ما بتونیم از ایشون بپرسیم. آقای فوتوی اگر صحبتی دارین بفرمایین، اگر نه که خدافظی کنیم. خیلی ممنون از شما همکارانتون و بیننده های عزیز، تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.